چرا باید در روزی که گفته میشه عید است و مبارک و همه باید شاد و خوشحال باشند حیوانات بیگناه رو زجر میدید و با کشتن اونها صحنه های دلخراشی به وجود میارید؟ اولا که زجر که معنا نداره برای حیوان. حیوان تصوری از مرگ نداره، مثل انسان نیست که بخواد از مرگ تصور داشته باشه. اون ذاتش که فرار از خطر هست باعث میشه که از مرگ فرار کنه. اما آیا مثل انسان تصور از مرگ داره؟ خیر. پیغمبر فرمودن اگر آنچه که شما از مرگ میدانید حیوانات میدانستند، تصوری که شما از مرگ دارید اگه حیوانات میداشتن، هرگز حیوان چاقی نمیخوردید. بنابراین زجر معنا نداره، اذیت کردن معنا نداره، چون تصوری نداره. فقط یه لحظه تیزی چاقو رو گلوش حس میکنه، تمام. هیچ دیگه نه قبلش نه بعدش هیچ قصه و زجر و ناراحتی اصلا براش معنا. مطلب دوم این که هر موجودی در جهت کمال خاصی خلق شده و برای رسیدن به اون کمال هم در حرکته. حالا سوال، کمال گوسفند به چیه؟ یه 40 50 سال عمر کنه، مثلا علم یاد بگیره، تقوا داشته باشه، عبادت کنه، نمیدونم این حرفاست. گوسفند کمالش به اینه که چاق بشه، ذبح بشه و توسط انسان خورده بشه، در وجود انسان گوشت این گوسفند تبدیل به علم بشه و این علم در جهت کمال کل نظام آفرینش مؤثر باشه. کمال این گوسفند به اینه که روز عید قربان ذبح بشه، تقسیم بشه بین فقرا، فقرا این گوشت رو بخورن، لذت ببرن و خدا رو عبادت کنن، شکر خدا رو به جا بیارن. این گوسفند به کمال رسیده. اما اگه نه، گوسفند رو نکشتندش، مان تا مثلا 10 سال بعد خودش مرد و حرام شد، مردار شد، که کمال گوسفند نیست که. مردار میشه بعد هم میپوسه، گندبوش مردم اذیت میکنه و عالم رو فاسد میکنه. کمال گوسفند به همین قربانی شدنه. اشکال اینه که ما اون کسی که این سوال مطرح کرده خودش جای گوسفند قرار میده، تصورش خودش از مرگ داره، عینا خیال میکنه گوسفند همین تصور رو داره. کمالی که برای خودش در نظر گرفته که ماندن در دنیا، رشد کردن در دنیا و علم کسب کردن، کمالات کسب کردن، عین همین ها برای اون گوسفند هم داره. بعد میگه خب چرا گوسفند نباید بمانه که این کمالات رو کسب کنه؟ نه، گوسفند کمالش به این ماندن نیست، به همین قربانی شدن هست. گوسفند قربانی در قیامت افتخار میکنم به سایر گوسفندا، ما انقدر خوب بودیم، انقدر همیشه بودیم که قربانی شدیم. پاسخ 313.